با درود خدمت یکایک که بینندگان برنامه بازشناسی باورها در شبکه تلویزیونی پارس، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما در روز سه‌شنبه 20 تیر ماه با برنامه دیگر در زمینه علم سیاست در خدمت شما هستیم و آن اینکه پیرامون مباحث گذشته و پیرو به اونها بحث در مورد دموکراسی رو خواهیم داشت. اهمیت دموکراسی امروز برای ما از آن روز که می‌بینیم نظر اظهار نظرهایی در این فضا صورت گرفته، افرادی دموکراسی، لیبرالیسم، سکولاریسم و بسیاری از این واژگانی که امروزه کارکرد مثبت خودشون رو در جهان غرب نشان دادن رو به کلیشه‌های مبتذل تعبیر کردن و این اسباب شگفتی است که چگونه میتوان انتظار داشت افرادی سعی کنند موتور محرکه جوامع انسانی در حوزه سیاست رو در راستای تعابیری کاملا غیر مدلل و غیر کارشناسی شده به کار ببرن. به هر حال وظیفه ما این است که بتوانیم در ازای معرفی یک مفهوم یا ارزش‌گذاری ادله خودمون رو هم ارائه کنیم، به صرف این که شعارگونه بگوییم این مناسب ما نیست، آن مناسب ما نیست، این مبتذل است، آن یکی فاسده است، کار به جایی نخواهد رسید، بلکه از یک اندیشمند و انسان عصر مدرن توقع میره که برای ادعاهای خودش دلیل اقامه کنه. برای همین بحث امروز ما پیرامون دموکراسی خواهد بود. در گذشته اندکی در مورد دموکراسی سخن راندیم، اما بنابر آنچه که امروز ضرورت دارد سعی می‌کنیم دوباره این مفاهیم رو مورد بازشناسی قرار بدیم و از همه مهمتر ادله‌ای که برای دفاع از دموکراسی به رسمیت شناخته می‌شود از سوی اندیشمندان و فیلسوفان حوزه سیاسی اونها رو بررسی می‌کنیم. خب می‌دانیم دموکراسی برگرفته از دو واژه هست، دموس به معنای مردم و کراتوس به معنای حکمرانی یا حکومت، که تلفیق اونها به معنای حق حکمرانی مردم است. در امپراتوری روم از واژه ریپابلیک، رس پابلیک، رس به معنای امر و پابلیک به معنای عموم، یعنی امری که متعلق به عموم مردم نام برده میشد. و من در گذشته عرض کردم بسیاری از مفاهیم در حوزه سیاست برگرفته از همان واژگانی است که از زبان یونانی لاتینی وارد سرزمین های دیگر شده و ما تعبیر جمهوری رو به کار میبریم یا مردم سالاری رو به کار میبریم، که البته مسئله بر سر محتواست، یعنی واژگانی که میتواند افاده این معنا رو بکند که مردم حاکم بر زندگی خود هستند، حاکم سرنوشت خودشون هستند. وقتی در یک جمعی حضور دارن، مشارکت میکنن، طبیعیه که بتوانن برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن، برای عزل و نصب حاکم تصمیم بگیرن، برای قوانینی که میخوان از اون اطاعت بکنن تصمیم بگیرن. اساس اندیشه انسان آزاد در همین است که با قوه خرد و دانایی خودش بخشی از جامعه رو به عهده داره، کارویژه هایی به عهده اوست، نقش ها و ارزش هایی به او سپرده شده، به نوعی جامعه پذیر شده و حالا در راستای اون جامعه دست به کارهای فکری و عملی میزنه. خب ما شیوه های متعددی در زمینه امر سیاسی داشتیم، انسان هایی که مجبور بودن نحوه زیست سیاسی خاصی رو تمرین بکنن، زندگی بکنن، تجربه بکنن. آنچه که مخالف یا در جهت عکس دموکراسی است استبداد، دیکتاتوریه. استبداد که ریشه آن بدد است، به معنای اینکه افراد رو پراکنده کردن. از چه چیزی؟ از آن چیزی که شخص مستبد متعلق به خودش میدونه. یعنی یک انسان دیکتاتور معتقد حکومت حق منه، بنابراین مردم در کسب حکومت حقی ندارن، در اظهار نظر نسبت به احکام حقی ندارن، بنابراین اونها رو پراکنده میکنن. به این میگن استبداد.
از ریشه بدت. و دیکتاتوری به معنای دیکته کردن در امپراتوری روم کسانی بودند که در زمان خیلی خاص بنابر ضرورت به عنوان قاضیان یا حکمرانان منصوب می شدند، می رفتند در سرزمین هایی که یا جنگ بود یا خشکسالی بود یا قحطی بود یا شورشی شده بود و سعی می کردند برای اینکه اون جامعه آرام بشه از اون التهاب قوانین خودشون رو دیکته بکنن. و این افراد انسانهای محترمی بودن، اما بعدها این روش، یعنی روش فراقانونی عمل کردن در مواقعی خاص، به عنوان مثال عرض میکنم، شما هم میبینید گاهی به خاطر ترافیکی که در معابر و خیابانها رخ میده ممکنه یک مأمور راهنمایی و رانندگی بیاد و برخلاف اون چراغ راهنما که سبز یا قرمز هست دستور رفت و آمد بده. یعنی در یک شرایط خاص مأمور دارای حقی است که امر او دیکته می شود بر اون چراغ راهنما و قوانین. اما آرام آرام عده‌ای از این تعبیر استفاده کردند برای اینکه نظرات خودشون رو برای همه زمان و مکان دیکته بکنن. و دیگر فراقانونی عمل کردن و خودرأی بودن و عدم توجه به حکومت مردم رو دیکتاتوری یا استبداد می دونیم. بنابراین می‌بینیم که جنبه مخالف و مغایر دموکراسی دیکتاتوری یا استبداده. در هر دو طیف مدافعانی وجود دارند، یعنی کسانی که برای استقرار دموکراسی تلاش می‌کنند، نظریه پردازی می‌کنند، به دنبال ارائه دلیل هستند، و از آن طرف هم برای استبداد نخبگانی وجود داره که شرایط موجود جامعه رو موجه نشان بدن، سرپرستی یک دیکتاتور یا مستبد رو خیر و نیکی نشان بدن، مردم رو فاقد درک و فهم و شعور سیاسی بدونن. همیشه تاریخ سیاسی محل نزاع و مرابطه این افراد، دیکتاتورها و مستبدان هم همیشه سعی کردن نظریه پردازانی رو در خدمت خودشون بگیرن. در درون کشور ما هم همین است. ما استبداد دینی هم داشتیم، استبداد سیاسی هم داریم. اساسا ریشه دیانت اسلام بر استبداده، یعنی میگه حکم حکم خداست و مردم حقی در تعیین حکم ندارن. انتخاب امام متعلق به حق خداست، اوست که هر کسی رو بخواد فرمان روایی میده، از هر کسی هم که بخواد باز میستانه. بنابراین مردم حقی ندارن در عزل و نصب امام. همین دلیل است که نظریه پردازان ولایت فقیه یا افرادی که بعدن آمدن مثل اون آقای مصباح یزدی معتقد بودن مردم حقی ندارن در تعیین ولی فقیه، بلکه اونها کشف میکنن، پیدا میکنن. وگرنه ولایت فقیه مشروعیت خودش از مردم نمیگیره. به همین ترتیب احکام هم همین گونه‌اند، یعنی احکام اسلامی هم احکامی نیستن که مردم بتونن اون رو تعطیل بکنن. یکی از ادله‌ای که شیخ فضل الله نوری میآورد در حرمت مشروطه همین مسئله بود که شما در مجلس میخواید چیکار بکنید؟ قوانین الهی رو تعطیل بکنید؟ حرامی رو حلال بکنید؟ حلالی رو حرام بکنید؟ چیکار میخواید بکنید؟ برای همین همیشه در طیف دیانت مبارزه با خرد مردم وجود داشته، با حق تصمیم گیری مردم وجود داشته. همین دلیل است که شیعیان خلافت ابوبکر، عمر و عثمان رو غاصبانه می دانند. نه، قبول دارن که مردم ابوبکر رو انتخاب کردن، ولی میگن نه، حق انتخاب خلیفه به عهده مردم نیست، خدا تعیین کرده. در سیاست هم تاریخ ایران مملو از استبداده و بهتر بگیم یک بیابان لمیزرعی است از دموکراسی. هر پادشاهی آمده خود رو مالک سرزمین و مردمش دونست، هم احکام خودش هم سرزمین خودش رو شخصا یا توسط نیروهایی که مورد اعتماد و امین او بودن اداره کرد. همین دلیل ذیل این زیست ما در چه دیانت و چه سیاست تمرین دموکراسی نکردیم، آشنا نیستیم با اونها. ما این به این معنا نیست که
ما مردمی هستیم که باید در یک جبر سنت یا جبر مذهب زندگی بکنیم. اگر در جهان غرب همین واقع رخ میداد، اونا هیچ وقت به دموکراسی نمی رسیدن، به این آزادی ها نمی رسیدن. بنابراین می بینیم که مدافعان دموکراسی امروز در صدد این هستند که دموکراسی رو به عنوان یک نحوه زیست سیاسی، حالا برخی ها اون رو هدف سیاسی هم میدونن، موجه کنن با دلیل، با منطق. در گذشته مخالفانی برای دموکراسی بود، چهره های شاخص اونها از افلاطون و ارسطو گرفته به بعد، مدعی بودند که مردم توانایی رو ندارن که در امور سیاسی دخالت بکنن، یعنی به اون رشد و تعالی علمی و معرفتی نرسیدن که بتونن در درون جامعه تصمیم هایی رو اخذ بکنن و افراد شیاد میتونن از اونا سوء استفاده بکنن. از طرفی مدعی بودن که خب شما برای انتخاب یک شخص نیازمند شناخت او هستی، شما نمیتونید کسی رو که نمیشناسید انتخاب بکنید، باید او رو بشناسید، سجایای زندگی او رو، خلقیات او رو، منش و روش او رو بشناسید، او رو انتخاب بکنید. و شما چطور میتونید در یک کشور بزرگ اون رو برگزینید؟ بنابراین دموکراسی فقط در شهرهای خیلی کوچک یا دولت شهرهای خیلی کوچک یونانی هم نشدنی است یا با مشکل مواجهه. و دموکراسی در جایی باید باشه که وقتی جارچی فریاد میزنه، صدای او به آن طرف شهر برسه، یعنی یک محیط کوچک که مردم همه رو بشناسن، بدونن امور سیاسی رو به دست کی میدن. اما این اشکالات امروز پاسخ داده شده. اولا اینکه خب سطح دانش و معلومات بسیار افزایش پیدا کرده، به خصوص دانش تخصصی شده، معرفت نزد یک انسان نیست. دوم اینکه امروز به واسطه وسایل ارتباطی کاملا مردم نسبت به برنامه ها و زندگی افراد آشنایی دقیقی دارن، نظرات اشخاص رو میشنون، از سابقه او مطلعن و در نتیجه افرادی رو برمیگذارن. و ضمن اینکه در ساختار سیاست کارهایی انجام شده که بتوانن شخصی رو که برمیگزینن کنترل کنن، یعنی اگر احساس کنن در انتخاب خودشون اشتباه کردن بتونن او رو بردارن. و این مکانیزم ها طراحی شده تا بتواند یک جامعه ای که نیاز هست با خرد جمعی اداره بشود، اداره بشه و اگر هم خطایی داره جلوش رو بگیریم. بنابراین اون پرسش های کلاسیک که مربوط به گذشته بود که فاقد موضوعیت شد و امروزه دموکراسی کارایی خودش رو پس داده نسبت به رژیم های استبدادی یا دیکتاتوری. اما در کنار این ما ادله زیادی هم دادیم برای اینکه دموکراسی رو مطلوب تر بدانیم نسبت به شیوه های دیگر زیست سیاسی. این به این معنا نیست که دموکراسی فاقد اشکال است، نه، به این معناست که دموکراسی بهترین شیوه سیاسی است. اگر ما در آینده بتوانیم یا دموکراسی رو تقویت بکنیم، جلوی ایرادات اون رو بگیریم، یا اساسا طرحی رو بیفکنیم که بتواند مؤثر باشه، بله، میتونیم اونها رو بپذیریم. ولی در حال حاضر در زد و خورد و تضارب اون آرا و افکار و عمل و همینطور نتایج، دموکراسی نشان داده که سربلند بیرون آمده نسبت به وضعیت استبدادی. اما در کنار این باید ببینیم بر اساس چه دلایلی است که دموکراسی امروز توانسته موفق باشه. اولین دلیلی که ذکر میکنن بحث حقوق بشری است. یعنی ما وقتی معتقدیم همه انسان ها برابرند، در درون یک جامعه باید به اونها فرصت برابر داده بشه. هیچ کس حق نداره گروهی رو محروم بکنه از کسب مناصب اجتماعی و سیاسی. کسانی که به حقوق بشر معتقد نیستن از همان ابتدا معتقد بودن که بله، بردگان جزء مردم نیستن، زنان جزء مردم نیستن، در همان اندیشه های افلاطون و ارسطو این گونه بود، یک عده معدودی فقط انسان محسوب می شدن به معنای شهروندان سیاسی، زنان و بردگان و
خارجی ها، اونهایی که به شکل موقت در درون دولت شهرهای یونانی بودن، اینها جزء مردم محسوب نمی شدن. در اسلام هم همین، در اسلام هم زنان دارای حقوق برابر با مردم نیستن و از طرفی هم در امر سیاسی حق مشارکت و تصمیم گیری ندارن. بنابر همون روایت ها و آیات متعدد، زنان باید قرین خانه ها باشن، عمود خیمه دین یا اجتماع و سیاست با زنان برپا نمیشه. این تعبیری است که ام سلمه به عایشه میگفت. تأکید به اینکه زنان باید در خانه بنشینن از همین روست که اونها رو در امر اجتماعی و سیاسی صاحب صلاحیت نمیدونه. زمانی که ما به بحث حقوق بشری رسیدیم، فهمیدیم که نه، همه انسان ها برابرن، از کرامت و ارزش انسانی برخوردارن و طبیعی است که میتوانند از یک فرصت برابر برای کسب مناصب اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند. از طرف دیگر مؤلفه حقوق بشری آزادی بیان، آزادی عقیده است. یعنی یک انسان حق داره در درون یک جامعه که زندگی میکنه نظر خودش رو نسبت به جامعه و افراد و مناصب اعلام کنه. یعنی بگه آقا من این شهردار رو نمیخوام، اون استاندار رو نمیپذیرم، اون رئیس جمهور رو قبول ندارم، یا با برنامه های اقتصادی این دولت مخالفم، یا برنامه های اقتصادی اون اقتصاددان رو قبول دارم. وقتی شما به دموکراسی معتقد نیستید، طبیعی است به مردم اجازه آزادی بیان هم نخواهید داد. وقتی حقوق بشر شما مانع و جلوگیری کننده از آزادی بیانه، طبیعیه دیگه دموکراسی معنا نداره. تجلی این حق آزادی بیان در مطبوعات، در رسانه هاست، جایی که مردم آرا و اندیشه های خودشون رو با دیگران به اشتراک میگذارن، در قالب احزاب، در قالب جامعه مدنی عمل میکنن. بنابراین طبیعی است که اگر ما به حقوق بشر معتقدیم، نمیتوانیم در جایی معتقد باشیم که نخیر، حق حکومت مختص یک خانواده است، از پدر به پسر میرسه. حق حکومت مختص یک فقیه هست و در بین فقها باید دست به دست بشه، مربوط به خاندان بنی هاشم است یا هر چیز دیگر. اگر ما به آزادی بیان به عنوان یکی از مؤلفه‌های بشری باور داریم، باید بدونیم فقط در قالب دموکراسی است که تنوع بیانی شکل میگیره، افراد آزادن نظرات خودشون رو بدن و از دل این نظرات هست که اشخاص برگزیده میشن برای کارهای مختلف. ما اگر به حقوق بشر معتقد نیستیم، باید با مردم رو راست باشیم. یعنی کسی که معتقد از دموکراسی خوب نیست، ما نیاز به یک چکمه داریم یا یک نعلین داریم، مقصودش این است که مردم توانایی فهم ندارن، حق آزادی بیان ندارن، حق فرصت برابر ندارن. همین دیدگاهی است که اهل دیانت هم به کار میبرن، بخشی از اهل سیاست هم سعی میکنن در راستای به قدرت رسیدن آن شخصیتی که دوست دارن از اون بهره برداری. مورد دومی که اهمیت دارد بحث معرفت و دانش. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که امروز در یک جامعه ارگانیک علوم هم تخصصی هستند. شما در گذشته یک شخصی رو داشتید، تمام مسائل پزشکی رو بلد. یعنی اگر به 3000 سال، 2000 سال، 1000 سال قبل بروید، شما پزشکانی رو دارید که همه چیز رو درمان میکردن یا اظهار نظر میکردن. اما امروزه فقط در پزشکی شما شاخه های مختلفی میبینید. یک پزشک متخصص وقتی ببینه این بیماری در حیطه تخصص او نیست، بیمار رو ارجاع میده به یک پزشک دیگه. در شاخه های فیزیک، حقوق، اقتصاد، سیاست، آنقدر این دانش ها و علوم پیچیده و تخصصی هستند که مثل گذشته نیست که یک نفر همه علوم رو بداند. بنابراین وقتی علوم تخصصی شد،
از حیطه اقتدار، ظرفیت و توانایی یک شخص دیگه خارج شده. شما فقط میتونید در بخشی از یک علم دارای تخصص و آگاهی باشید. افراد دیگری در درون جامعه هستند. اونها دید دیگری نسبت به برخی جنبه های دیگه دارند. وقتی ما وارد عرصه سیاست میشویم، میدونیم اداره یک کشور فقط به بحث اقتصاد مربوط نیست. نیاز به علم حقوق داره برای اینکه جامعه رو و مناسبات اون رو تنظیم کنه. نیاز به تعلیم و تربیت داره که بتونه در مدارس دانش آموزان رو پرورش بده، در دانشگاه ها پرورششون بده. نیاز به پلیس داره برای اینکه اداره نظم جامعه رو به عهده بگیره. نیاز به اندیشمندان در حوزه اخلاق داره. نیاز به سیاستمداران داره، چه در زمینه داخلی چه در زمینه بین المللی. نیاز به کارشناسان محیط زیست داره. یک حقوقدان ممکنه از محیط زیست خبری نداشته باشه، از امر کشاورزی، از امر صنعت اطلاعی نداره. یک تاجر، یک سرمایه‌دار، یک صاحب صنعت ممکنه حقوقدان نباشه. ما چگونه میتوانیم از یافته ها و دانش همه این افراد استفاده بکنیم؟ قطعا در دموکراسی هاست، جایی که همه مردم مشارکت نظر خودشون رو اعلام میکنن. اگر احساس کنن مشکل جامعه اقتصادی است، شخص یا حزبی که برنامه های اقتصادی بهتری داره رو برمیگزینن. اگر احساس کنن در یک جنگ به سر میبرن، از افراد کارکشته ای که به این فنون آگاه هستند بهره میبرن، اونها رو انتخاب. اگر احساس کنن سیاست بین الملل مهمه، به سراغ احزابی میرن که چه گذشته اونها و چه برنامه های اونها مناسب و متناسب با برنامه های سیاست خارجی است. اما وقتی دیکتاتوری یا استبداد وجود داره، فقط نظر غالب نظر آن شخصه. حالا اگر نگاه او نظامیگری باشه، تمام سرمایه کشور رو خرج ارتش میکنه. ناگهان میبینید در درون اون کشور 500 تا ارتش بود دارید، 500 تا اقتصاددان ندارید. وقتی نگاه حاکم یک جامعه بر فقاهت، آنجایی که آباد میشه حوزه های علمی است، دروس شرعی است، دیگه به بقیه جنبه های اقتصادی یا جنبه های دیگر توجهی نمیشه، چون اون فقیه در درس هایی که آموخته اساساً با اقتصاد میانه ای نداره، اقتصاد مدرن رو نمیشناسه، جامعه بین الملل رو نمیدونه، نقش ارگان ها و سازمان های اقتصادی رو نمیفهمه، پیمان نامه های اقتصادی رو درک نمیکنه. میتونی نگاه این چنینی باشه، اقتصاددان ها هم نمیتونن در اون جامعه کار، چون اولویت اونها چیز دیگری است. در زمان رژیم گذشته همین گله های زیاد اقتصاددانان بر سر همین بود که آقا ما بودجه نداریم، شما همه رو صرف ارتش. امروز هم بسیاری گله دارن که آقا ما در فقر هستیم، شما نگاهت نگاه ایدئولوژیکه، چمدان های پول به حزب الله بدید، به حماس بدید، به جاهای دیگه بدید. تو نگاه نگاه ایدئولوژیک، برای اونها مهم نیست اقتصاد در مملکت چه وضعی داره. بنابراین در دموکراسی ها شما از معرفت همه مردم استفاده می کنید، از دانش های متعدد استفاده می کنید. به همین دلیل است که در دموکراسی ها احزاب هدایت کننده و نمایندگی بخشی از تفکر جامعه رو به عهده دارن. یه حزبی مثلا حزب کارگره، خب نگاهش برنامه هاش متفاوته با حزب دیگری که نگاهش محافظه کاره، نگاهش لیبراله، نگاهش مذهبیه. در درون هر جامعه میتونه این احزاب وجود داشته باشه. این مردم هستن که انتخاب میکنن کدام گروه یا کدام حزب رو انتخاب کنن. بنابراین از بعد معرفتی، همون گونه که افرادی مثل راسل، پوپر و دیگران گفتن، در دموکراسی است که شما از حاصل اندیشه ها و معرفت افرادی استفاده میکنید که خودتون
توانایی ندارید به اون دانش ها احاطه داشته باشید. بعد سوم بعد منفعته. افرادی مثل جرمی بنتام و کسانی که در مکتب فایده گرایی بحث میکنن، یکی از اون ادعاشون همینه که هیچ انسانی به اندازه خودش نمیدونه نیازهاش چیه، منافعش چیه، و راه رسیدن به اون منفعت رو هم خودش بلده، میتونه اون رو پیدا بکنه. جامعه که تشکیل شده از این انسانها در نهایت برایند منافع اون افراد لحاظ میشه. یعنی وقتی همه ما به دنبال یک مسئله اقتصادی هستیم، طبیعی است که برنامه‌های اقتصادی رو زیر نظر میگیریم، بهترینش رو انتخاب میکنیم و به اون نفر رأی میدیم. در استبداد اصل بر اینه که ما مردم توانایی تشخیص نداریم. حاکم میدونه که نیاز ما چیست، مثل یه پدری که یه کودک صغیری داره، کودک هم قادر به حرف زدن نیست. این پدر و مادر هستن که میدونن اون کودک چی میخواد. یعنی در استبداد مردم رو کودک فرض میکنن، صغیر رو فرض میکنن و هنوز این دیدگاه وجود داره. هیچ وقت از مردم سوال نمیکنن که خب شما چی میخواید؟ آیا ما رابطمون رو با امریکا خوب بکنیم یا نکنیم؟ آیا توقع دارید ما با ایالات متحده خوب بشیم یا نشیم؟ میگن نه. شما تشخیص نمیدید. من سید علی خامنه ای تشخیص میدم که ما باید با استکبار جهانی بجنگیم، با امریکای جهانخوار مبارزه بکنیم. حالا اگر تحریم شدیم، بدبخت شدیم، به ادبار و نکبت افتادیم، هیچ ایرادی نداره، تحمل بفرمایید. این صغیر فرض کردن مردم یک جامعه است که در حکومت‌های استبدادی وجود داره. اصلا هم مهم نیست منفعت مردم چیه، منافع مردم چیه، فایده مردم چیه. استبداد هیچ وقت به دنبال اون نبود. مورد دیگر صلح. اندیشمندان معتقدند انسان‌هایی هستند، ویژگی هایی دارن، ارزش هایی دارن که صلح در اون بسیار پر اهمیته، چون در صلح که امنیت ایجاد میشه. هر انسانی دوست داره در امنیت زندگی کنه. در جامعه‌ای که انسان گرگ انسانه، تعبیری که هابز به کار میبرد، هیچ وقت شما ایمن نیستید، همیشه میترسید که شخصی، همسایه‌ای، پلیسی بیاد و به راحتی اموال شما رو بگیره و ببره. در گذشته وضعیت مملکت ما همین بود. همه چیز در اختیار شاهان بود، خلفا بود، حاکمان بود و امروز هم ولی فقیه. و فرهنگی که فرهنگ سیاسی اونها رو تشکیل میداد فرهنگ غارتی بود. تا اونجایی که دستمون میرسه از اموال مردم بگیریم. یا به عنوان مالیات، یا به عنوان خراج، یا به عنوان جزیه، مصادره اموال. با کوچکترین اعتراض یک شخص نسبت به حاکم، اولین کاری که میکردن اموال او رو میگرفت، مصادره میکرد، کارخونه ها رو میگرفت، زمین های مردم رو توقیف میکرد. دلیلش بر همینه که فرهنگ حاکم بر استبداد فرهنگ غارتی است. زمانی هم که نفت پیدا شد، دولت‌ها و حاکمان مستبد بر روی نفت مسلط شد. گویی نفت مال یک خانواده است، مال یک گروه خاصی است. اونها حق دارن این نفت رو بفروشن، پولش رو هم هر کجا که خواستن هزینه بکنن، هیچ گزارشی هم به مردم ندن. هر کدام هم یک شرکت ملی نفت برای خودشون داشتن. در درون یک جامعه‌ای که به دنبال امنیت و آرامشه و صلح داخلی رو میخواد، مردمی که تمایل به صلح دارن بهتر میتونه اون رو محقق. همین دلیله که اگر در جوامع غربی یک رئیس جمهوری
یک نخست وزیری بخواد جنگی رو راه بندازه، اگر افکار عمومی از او حمایت نکنه مجبور عقب نشینی کنه، چیزی که در ویتنام دیدیم. اگر افکار عمومی از او حمایت بکنه، بله او میتونه جنگ را بندازه، مثل چیزی که در افغانستان دیدیم. حمله ایالات متحده به افغانستان نشدنی بود اگر افکار عمومی از او حمایت نمیکرد. انسانهایی که بنابر طبیعت خودشون که به دنبال امنیت هم، به دنبال صلح، از قانون حمایت میکنن، از پلیس حمایت میکنن، میخوان مالکیتشون محفوظ باشه و انواع اقسام اینها، طبیعیه که در درون کشور دست به شورش نمیزنن، بلکه سعی میکنن با آرامش کارها رو انجام بدن. دموکراسی فضا رو فراهم میکنه که شما منازعات خودتون رو از طریق صندوق رأی پیگیری کنید، نه در خیابان با چوب و چماق، با زور سرنیزه. گروه الف به جان گروه ب بیفته، چون هیچ مکانیزمی وجود نداره که ما بتونیم قدرت رو کسب کنیم یا صدای خودمون رو برسانیم. به همین دلیل هست که در رژیم های استبدادی انقلاب رخ میده، چون مردم تمایل به تغییر دارن، به تنگ آمدن، اما استبداد نمیپذیره. در نهایت کار به نظام میکشه، اما در حالت عادی مردم تمایلی به جنگ ندارن. اگر مکانیزم های حل منازعه وجود داشته باشه، خب مردم به پای صندوق های رأی میرن، نمایندگان خودشون انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. هر وقت هم نخواستن میدونن که 2 سال بعد میشه اون آقا رو برداشت، 4 سال بعد میشه اون آقا رو برداشت. نیاز نیست ما وارد خیابان بشیم، کشته بشیم، بکشیم تا بخوایم یک تغییری در سیاست داشته باشیم. در رژیم های استبدادی به دلیل اینکه اساسا صلح معنا نداره، بلکه جنگ حاکم بر علیه مردم، در کنار حاکم هم خب گروه های حامی او هستند، از نیروهای نظامی گرفته تا نخبگانی که خشونت رو تئوریزه میکنن برای حاکم، خب مردم در برابر اونا قرار دارن. زمین بازی زمین انقلاب است. بنابراین در دموکراسی ها هست که روش حل منازعه صلح‌آمیزه، مشارکت مردم صلح‌آمیزه. و کشوری که مردم در اون تصمیم گیرندن انسان صلح‌جویی رو برمیگزینه، قطعا در سیاست بین الملل هم میتونه همون روش ها رو پیگیری بکنه، از جنگ افروزی جلوگیری بکنه. البته ما داشتیم کسانی که آمدن از صندوقهای رأی بیرون اما بعد تبدیل شدن به دیکتاتور، اما درصدش بسیار کمه. امروزه هم مکانیزم هایی وجود داره که شما بتونید استیضاح بکنید یک رئیس جمهور یا نخست وزیر رو، اگر احساس کردید روش او میتواند دموکراسی رو به خطر قرار بده، امنیت مردم رو در خطر قرار بده. در درون دموکراسی است که در پرتو صلح ما یاد میگیریم که تساهل و مدارا داشته باشیم. من و شما وقتی بدانیم یک دادگاهی وجود داره، یک رقابت سالمی وجود داره، هر کدام ما که لیاقتمون بیشتر بود توانستیم اون مناصب رو کسب کنیم، نیاز به جنگ و دشنام و حزب همدیگه نداریم، بلکه رقابت میکنیم. اما در استبداد به دلیلی که میدونیم یک زمین بازی و قاعده بازی مناسبی وجود نداره، بنابراین کار به جنگ و جدال و حزب و بهتان و خدعه و همه چیز کشیده میشه. این فرصت برابر در بازی ها، شما امروزه میتونید به راحتی نگاه بکنید در هر ورزشی که وجود داره، مانع نزاعه. همه از قواعدی پیروی میکنن که مورد اتفاقه، حالا بر حسب توانایی، لیاقت، شانس، تصادف، یک تیم برنده است، تیم دیگر بازنده است. شاید اگر روز دیگری با هم بازی کنن، همه تیم بازنده برنده بشه. اما وقتی قاعده وجود نداره، بازی فوتبال تبدیل میشه به هر چیز دیگری. چون هدف حذف طرف مقابل، شکست طرف مقابل به هر قیمتی. به همین دلیلی که در استبداد شما
امروز خادمید، فردا خائنید. چرا؟ چون گروه های دیگری که نمیتوانند صدر اعظم بشوند و نخست وزیر بشوند و میدانند نحوه رقابت و مشارکت در امر سیاسی بسته به نظر شخص مستبد یا دیکتاتور داره، در صدر تملق و چاپلوسی و بدگویی و به نوعی رفتارهای غیر انسانی در حق اون شخصی هستن که الان نخست وزیره یا صدر اعظم. و ما داشتیم صدر اعظم های خادمی که با سعایت و بدگویی دیگران یک شبه خائن شناخته شدن یا حذف شدن یا اونها رو کشتن. چون مناسبت ها به شکل تساهل و تسامح تقسیم نمیشه. مردم یاد نمیگیرن که ما میتوانیم بر اساس لیاقت پیشرفت کنیم، بلکه یاد میگیرن که مناسبات غیر دموکراتیکی وجود داره که در اون تملق خیلی اهمیت داره. شما با تملق میتونید 13 سال نخست وزیر باشید و تبدیل بشید به وزیر دربار. این در دموکراسی ها وجود نداره. در دموکراسی کار هست، لیاقت و توانایی است. برخی از کشورها که مکانیزمی گذاشتن که شخص حتی اگر خادم باشه بعد از 8 سال باید بره. در ریاست جمهوری امریکا همین، بهترین رئیس جمهور هم باشی بعد از 8 سال باید برید در مزرعه خودتون یا به شغل تجاری خودتون بپرسید. ولی در رژیم های استبدادی شما میتونید 13 سال نخست وزیر باشی با تملق، با چاپلوسی. بعدش هم که شما رو برمیدارن به هر حال یه پستی به شما میدن به عنوان وزیر دربار. پس تحقق صلح، تساهل و مدارا در جامعه‌ای رخ میده که در اون مکانیزم های دموکراتیک وجود داره و از جنگ همه بر علیه همه جلوگیری. مؤلفه دیگری که اهمیت داره و اندیشمندان حوزه علوم سیاسی در باب دموکراسی گفتن، حس تعلق است. یعنی وقتی انسانی احساس میکنه در درون یک جامعه‌ای نقش داره، حالا این نقش میتونه به عنوان یک کار ساده باشه، پرداخت مالیات باشه، مشارکت در جشنها و اعیاد سیاسی، مذهبی، اجتماعی، مدنی باشه، در درون کوچه، محله پذیرفته میشه، به او این حس رو میده که منم جز شهروندان این کشورم، کسی نیستم که ازم بهره کشی بشه، برده نیستم. این حس تعلق موجب میشه که شما در صدد رفع معایب جامعه باشی. یک انسان خانه خودش رو آباد میکنه اما دوست نداره خانه دیگران رو تمیز کنه، چون متعلق به خودش نیست، به اونجا حس وابستگی نداره. شما به فرهنگ مدنی ما نگاه بکنید، چقدر نسبت به خانه خودمون و اشیای داخل خانه توجه داریم که خراب نشود، تمیز باشه، اما نسبت به شهر خودمون این حسو نداریم. نسبت به خیابانها، نسبت به معابر، نسبت به آبها، رودخانه ها، دریاها اصلا این حسو نداریم. اما در جوامع دموکراتیک این گونه نیست. هم از طریق آموزش فرهنگ سازی شده و همین که خود اون شخص احساس میکنه که این خیابان مال اوست. این ساختارها، این نهادها، این تشکیلات مال اوست. پلیس برادر اوست، برای یه کار اوست، نه اینکه نیروی سرکوبگر باشه. نهاد قضایی، حالا قوه قضاییه یا هر چیز دیگر، نهادی است برای فصل خصومت. من میرم دادخواهی میکنم، حقمو به من میده، نه اینکه نهادی باشه در خدمت مستبد. و وقتی اینطوری شد، من نسبت به ساختارهای جامعه بی تفاوت میشم، حس تعلق ندارم. امروز در جامعه ایران چه کسی پلیس رو در راستای منافع خودش میبینه؟ به هیچ عنوان کمچه دیدی وجود نداره. پلیس نیرو سرکوبگره در ایران امروز ما، چون در راستای منافع دیکتاتور کار میکنه. مجلس شورای اسلامی کجا در خدمت مردمه؟ آیا مردم به مجلس شورای اسلامی حس تعلق دارن؟ نه خیر، هر کسی بره بیاد مهم نیست، چون مال خودشون نیست. استبداد مردم رو از اون حس تعلق
از اون حس وابستگی، حس مشارکت خالی میکنه. کارمند اداره میره، نمیخواد کار کنه، میخواد از زیر کار در بره، چون احساس میکنه که چه کار بکنه چه نکنه یه حقوقی بهش میدن و او میتونه این کار رو با تملق و چاپلوسی و گزارش همکار رو به دیگری یا رئیس دادن و در زیارت عاشورا حاضر شدن و در نماز جماعت حاضر شدن و با یک پیشانی پینه بسته قهوه‌ای به راحتی نشان بده. خب چه نیازی دارم که من تخصص داشته باشم؟ نیازی به تخصص ندارم در درون چنین نظام هایی. بنابراین در دموکراسی هاست که شما مسئولیت پذیر میشید، حس همبستگی به شما در مشارکت میکنید. در رژیم های استبدادی حتی نیروهای نظامیش هم مزدورن، یعنی تعلق اونها به حکومت، چون که به مردم که تعلق ندارن، تعلقشون به حکومت برای اینه که حکومت اونها پول بده یا خانه سازمانی به اونها بده یا آب و برقشون رو مجانی بکنه یا وام های بلاعوض بده یا وام های کم بهره بده، اونا رو به مسافرت خارجه بفرسته، به عتبات عالیات بفرسته با وام های مختلف، فرزندانشون سهمیه بگیرن در دانشگاه ها. نیروی پلیس در جوامع دموکراتیک یک نیروی است که حس مشارکت داره، احساس میکنه داره جامعه رو برای اینکه جامعه جامعه بشود هدایت بکنه. اما در نهادها و کشورهای غیر دموکراتیک اینگونه نیست. پلیس نیروی سرکوبه، تعلقش هم به حاکمه برای اینکه از او پول میگیره. مردم هم تمایلی به مشارکت ندادن. به همین دلیله که در فرهنگ استبدادی به مردم میگن سیاست پدر مادر نداره، وارد سیاست نشو، ما رو چه به سیاست. بنابراین یکی دیگر از ادله ای که اندیشمندان حوزه دموکراسی می آورن مسئله حس مسئولیت پذیری، حس مشارکت و حس وابستگی. شما در انتخابات وقتی دموکراتیک باشه همه حاضر میشن، نه اینکه همه، منظور کسانی که دغدغه دارن این اختیار رو دارن که حاضر میشن. رژیم های استبدادی هم چون صندوق انتخابات رو خوب دیدن، مردم رو با اجبارهای معنوی، روانی، مالی دعوت میکنن که بیاید در صندوق ها به ما رأی بدید. اون رأی دادن خالی از محتواست، حس مشارکت نیست، حس ترسه. میدونم که اگر پشت شناسنامه من مهری نخوره فردا ممکنه کاری به من ندن، کوپونی ندن، اوایل انقلاب اینطوری بود، یا فردا در یک جایی منو محکوم. حس مشارکت هم مزدوریست، خریدنیست، حالا یا با وعده یا با ترس و واهمه. موضوع دیگری که اندیشمندان مطرح میکنن بحث حکومت قانون. قانون با حکم متفاوته. ما حکم رو به چیزی میگوییم که از سوی یک مرجع بالاتر دیکته میشه و افراد رد پایین اون رو انجام میده. حق تصمیم گیری و چون و چرا هم نداره. ما قانون به فرایندی میگن که حاصل خرد جمعی است که سعی میکنه اصول و قواعدی برای تنظیم و سازماندهی و راهبرد یک حوزه یک امری اختصاص بده و از مراجع زیر ربط اون رو تصویب. در واقع حق و امتیازی است که یک انسان داره، یک جامعه داره، یک نهاد پیدا میکنه. این قانون نیاز به خرد جمعی داره، نه نیاز به دستورات یک شخص، یک آقا، یک خانوم، یک گروه. و این قانون باید دائما توسط مردم تغییر بکنه، یعنی مردمی که امروز هستن نباید قانونی تنظیم کنن که برای همیشه لازم الاجرا باشه، چون انسانهای بعدی این حق آزادی رو دارن که با خرد جمعی خودشون مسائل مستحدثه جامعه خودشون رو قانون گذاری بکنن، بگن بله درسته پدران ما این رو آوردن
ولی ما احساس میکنیم اشتباهست، حالا باید تغییر بدیم. یا مناسبات جهانی تغییر کرده، خب ما هم باید قانونمون رو تغییر بدیم، یه تعریف جدیدی از منافع ملی بدیم، یه تعریف جدیدی از قوانین حقوق بشری بدیم. اگر 100 سال قبل قوانین شرعی بود، امروز بیایم قوانین رو منطبق با حقوق بشر تنظیم کنیم که بعدا برای ما دچار مشکل نشیم، مورد تحریم حقوق بشری قرار نگیریم، جامعه رو هم با علوم جدید اداره بکنیم. شما در امر حقوقی هر روز یافته های جدید پیدا میشه، نزاع های مختلفی حل میشه، آرای وحدت رویه صادر میشه، نظر مشورتی مراکز حقوقی رو شما میتونید ببینید، خود جامعه تحول پیدا میکنه. ما در گذشته نگاهمون نسبت به همجنسگرایان چطور بود؟ اما امروز میبینید تغییر کردیم. نگاه ما نسبت به زنان چطور بود؟ شما در احکام اسلامی که قوانین ما متاسفانه در قانون مدنی، در قانون جزایی، در قانون امور حسبی و انواع و اقسام این قوانین به شکل تبعیض‌آمیزی بر علیه زنان هست، بر اساس همون احکام الهی است. حکمی که چون و چرا نمی کنیم، از یک مرجع بالاتری میاد به عنوان عقل جامع که بالاتر از عقل جمعه، یعنی عقل مردم، خرد مردم، یه مدعی است که برای همیشه لازم الاتباع است، هیچ تغییری هم در اون نمیشه داد. حرام محمد حرام الی یوم القیامه، حلال محمد حلال الی یوم القیامه. دیگه آزادی معنا نداره در این قانون، همون تعبیری که آقای پوپر به کار میبرد، همینطور آقای برلین، که وقتی قوانینی قطعی هن، همیشگی هن، غیر قابل تغییرن، دیگه آزادی معنا نداره. نسل های بعدی ما دیگه این حق رو ندارن که قوانین رو تغییر بدن. چرا؟ چون اجدادشون 300 سال قبل تصمیم گرفتن که اونها تحت نام این حکومت زندگی بکنن یا تحت نام این قوانین زندگی بکنن. به همین دلیل است که بسیاری معتقدن حتی قوانین اساسی که اصول قوانین موضوعه و جزئی رو در اون ثبت و ضبط شده، باید به مرور زمان در نسل‌های بعدی قابلیت اصلاح و تغییر داشته باشه. چون جامعه متفاوت میشه، متعلقاتش متفاوت میشه، ملزوماتش دچار تغییر و تحول میشه. قانون باید جا رو باز بگذاره که خرد جمعی تصمیم بگیره. بنابراین این در دموکراسی هاست، نه در دیکتاتوری ها که یک شخصی حکم میکنه، خرد جمعی معنا نداره و چه بسا برای 50 سال 80 سال برای همه لازم بود اجراست. حتی اگر ببینیم خوب کار نمیکنه، ولی جرئت نداریم اون رو تغییر بدیم. حاکمیت قانون که در دموکراسی ها اهمیت داره ناشی از همین امره که قانون آن چیزی است که مردم برای خودشون تعیین کرده. یعنی حاکمیت قانون نشان میده که خود من بر حکومت بر خودم اولاترم از دیگران. وقتی بدونم قانون مورد تایید منه، اونم اجرا میکنم. وقتی بدونم قانون در راستای اهداف یک گروهی است، خب زیرش میزنم، اون نظام قانونی رو به رسمیت نمیشناسم. اینکه حاکمیت قانون در کشورهای دیگر وجود داره برای اینه که قانون از خودشون میدونن، پس کمک میکنه به حاکمیت قانون. اما در رژیم های استبدادی که قانون از یک مرجع دیگری است و نه مردم، مردم به دنبال دور زدن قانون، حالا در امور مالیاتی بگیرید تا بقیه جنبه. پس برای تحقق حاکمیت قانون هم دموکراسی ها برتری بیچون و چرایی دارند بر استبداد. در استبداد حاکمیت قانون با سرنیزه است. اگر بپذیری که هیچ، اگر نپذیری زندان میری، میکشنت، تبعیدت میکنن. آخرین دلیلی که در این برنامه من عرض میکنم، مثل نشان دادن و تبلور اشکال مختلف زندگی سیاسی اجتماعی است. یعنی شما در دموکراسی ها هست که هر کسی آزادی داره حرفش رو بزنه، شکل زندگی خودش رو انتخاب کنه، نوع نگاه خودش رو در یک امری بیان کنه، در یک موسیقی، در یک ورزش، در یک شغل.
ما در رژیم های استبدادی این گونه نیست. بسته به شدت و ضعف استبداد، شما حق نداری هر شغلی رو انتخاب کنی، شما حق نداری هر مقاله ای رو بنویسی، هر سبکی از زندگی رو انتخاب بکنی، نه، مگر اونجایی باشه که حکومت استبدادی این سبک از زندگی رو بپذیره، این سبک از نوشتن رو بپذیره، یعنی دستگاه سانسور او بتونه به شما مجوز بده که آقا این مطلبی که داری می‌نویسی اشکال نداره. تنوع سبک زندگی این فرصت رو در اختیار دیگران قرار میده که اگه ببینن روش آقای الف که الگوشون بوده بده، حالا برن به سراغ روش خانم ب که طریقه زندگیش، انتخاب شغلش، انتخاب شوهرش، تربیت فرزندانش، مدارسی که فرزندانش رو فرستاده، مراودات اقتصادیش چطور بوده که تونست موفق باشه. در درون نظام های استبدادی است که جامعه یک دست میشه. هرچقدر این استبداد توتالیتر تر باشه، فراگیرتر باشه، حتی سبک پوشش مردم هم یکی، سبک صحبت کردن مردم هم یکی، جشن و اعیاد و نحوه مهمانی رفتنشون هم یکی. بنابراین در درون دموکراسی هاست که شما اشکال متنوعی از نحوه زندگی رو میبینید، صحت و سقم، درستی و غلطی، کارایی و ناکارایی رو تشخیص میدید و دست به انتخاب میزنید و احساس هم نمی کنید در یک اجبار قرار دارید که یکی به عنوان حاکم سبک پوشش یا سبک نگاه خاص رو به شما تحمیل بکنه. یکی میاد کشف حجاب رو اجباری میکنه، یکی میاد داشتن حجاب رو اجباری میکنه. هر دو غلط. در دموکراسی ها مردم این فرصت رو دارن که از هر نوع سبک زندگی که دوست دارن بهره ببرن. بنابراین ما سعی کردیم نزدیک به 7 دلیل اصلی برای دفاع از دموکراسی ها رو نشان بدیم که برایند و محصول آن چیزی شده که شما در جوامع غربی میبینید. دلایل دیگری هم هست که خب با توجه به اتمام برنامه امروز اینها رو به جلساتی دیگر موکول خواهیم کرد. بنابراین وظیفه ما این است که نسبت به باورمون به دموکراسی دلیل اقامه کنیم. به صرف اینکه اینها مبتذل هستند یا خطا هستند کاری از پیش نخواهد. سپاسگزارم از آقای شهرتی و تلویزیون پارس. امیدوارم در برنامه بعد بتوانیم به یک باور دیگر بپردازیم. موفق و پایدار باشید.